با درود و سلام خدمت همه عزیزان، انشاءالله که حالتون خیلی خیلی خوب باشه. امروز هم در خدمتتون هستم با یه ولاگ دیگه. راستش بخواین امروز قراره که با دو تا دوستامون بریم بیرون، گردش و شام و اینا، جای همگی خالی. بعد دوستانمو شما میشناسین، فاطمه جون و انوش، قرار شد که امشب با هم بریم بیرون. فاطمه به من زنگ زد گفتش که این احوال پرسی و اینا، حال حدادو پرسید و گفتش که اینجا نمیاین. گفتم نه، خب من شما پله دارید و اینا یه ذره سختمه، بعد شما بیای. گفتش که انوش هم چند وقت هستش که زانوش به شدت درد میکنه، رباتای پاش پاره شده و تو نوبت عمله، به خاطر همین دیگه باید با عصارا بره. با عصارا رفتنم راستش بخواهی سختش و زیاد بلد نیست، اذیت میشه. بعد دیگه کشتی نمیتونه بره که اونجا داوره برای خودش و فعالیت اینطوریش و اینا رو یه جورایی کنسل شده. دیگه فاطمه گفتش که خیلی خونه حاصلش سر رفته. دیگه معمولا آخر هفته ها فاطمه جون با انوش بیشتر میرن خونه مامانشینا. بعد دیگه گفت اونجا هم که میریم دیگه خب یه نواخ شده و اینا، خیلی حاصلمون سر رفته. گفتم که فاطمه یه پیشنهاد دارم، میایم شب بریم بیرون. بعد گفتش که وای چقدر خوب میشه، اتفاقا انوش خیلی کلافه شده و همش داره به من غر میزنه که من خونه حوصله‌ام سر رفته، حالا چیکار کنم با این پام فلان. باشم که خب میگم تو نوبته، فعلا باید صبر کنم تا درست بشه این قضیه، ایشالا بره برای عمل و پاشو عمل کنم. بعد وقتی که این پیشنهاد به فاطمه جون دادم و که قبول کرد و منم خیلی خوشحال شدم که با هم بریم بیرون، داشتم به این فکر میکردم وقتی رفتم همون دوش بگیرم و آماده بشم، ببینید چه جنگیل مستانم آماده شدم واسه بیرون رفتن. من خودم هم آمادگی میشم واسه بیرون رفتن، هم خودم روحیه میگیرم، هم دوست دارم که به دیگران روحیه بدم. یه دوستی داشتیم، روح همه رفتگان شاد، خیلی خانم خوش ذوق و خوشمشربی بود، از دوستای مامانم، از یعنی مادرشون با مادرم دوست بود. بعد این خانومم با مثلا ادامه دوستی با مادرشون دیگه، اون فاطمه خانوم دوست ایشون هم فاطمه خانوم بودن، دوست مامانم بودن دیگه. رفت آمد ما خیلی زیاد بود. فاطمه خانوم حتما حداقل هفته یه بار، دو هفته یه بار باید میومد به مامان من سر میزد، میگفت شما جای مادرمی، ما خیلی دوستش داشتیم. بعد یه جمله از ایشون برا من به یادگار موند، این بود که همیشه وقتی خونه ما میومدن فوق‌العاده مرتب، منظم، هموم رفته، سه شعار کشیده، لباسای شیک، ترتمیز میومدن خونه ما. مامانم گفتش که فاطمه مادر، تو داشتی جایی میرفتی، جایی میخوایی بری، ببخشید از اینجا که میخوایی بری، میخوایی جایی بری؟ میگفت نه آج خانم، فقط آمدم خونه شما. بعد دوباره سوال میکرد که قبل که خونه ما بیای، یعنی یک بار این اتفاق افتاد بعد از مدت ها، قبل که خونه ما بیای از مهمونی جایی میای؟ فاطمه خانم خندید و گفت نه، به مقصد خونه شما اومدم. مامانم گفت آخه تو همیشه مرتب و منظمیه. درسته که به مرتب بودن و کدبانوگریش اصلا توی دوست آشنا زبون زد بود، بعد تو همین کرونا هم از دست داده میشونو، یعنی واقعا خیلی مرگشون برای ما سخت بود و غم انگیز بود، چون خیلی دوستش داشتیم، روحشون شاد. بعد گفتش که نه هاچ خانم، من همیشه حالا چه خونه شما بخوام برم، چه جایی، چه یه صد دو صد عصرونه، حالا هر برنامه‌ای که داشته باشم، بیشترم تو که عصرونه ها میمد کنم. میگفتش که من این حسابو میکنم، من با حاج خانم خیلی عیاقم و خیلی خودمونیم، هیچ مشکلی هم ندارم، ولی کن حساب میکنم که منی که دارم میرم خونه حاج خانم، با هم دوست هستیم، آشنا هستیم، از پشت گازی که دارم آشپزی میکنم میتونم لباس رو پوشم برم یه دفعه دلم هوا کرد، ولی این فکر رو نمی کنم. میگم شاید
جایی که من دارم میرم اینا مهمون رو درواسی دار داشته باشن، شاید یه دفعه یکی بعد از من وارد اون خونه بشه، نمیگه این خانم چقدر خودمونی بوده و خیلی راحت بلند شده اومده خونه دوستشون. میخوام که شخصیت شما پیش فرد دیگه چیز نشه که بگم وای مثلا این دوستشونه، مثلا همین شکلی، همون نرفته یا ماهی جولیده پولیده، همینجوری بلند شده اومده. میخوام که همیشه مرتب باشم و جایی که میرم باعث مثلا حالتی نباشه که طرف خجالت زده بشه از من جلوی دیگران. این شد که این شده آویزه گوشمون که هر وقت یه جایی میریم سعی میکنیم اینقدر مرتب بریم که طرف فکر کنه یا از جایی اومدیم یا بعدش قرار جایی بریم. حالا شده نقل منه، امروز دیگه خیلی به خودم رسیدم. ولی حالا یه نکته دیگه میخواستم بهتون بگم. خب یه نکته دیگرم بگم، یه حسی که دارم و بهاتون به اشتراک بذارم بعد دیگه برم. دوستان من داشتم به این فکر میکردم که ما زمانی که یه مهمونی دعوت میشیم که افراد خیلی مهمی تو مهمونی هستن، میدونی که با افراد مثلا مهندسن، دکترن، تحصیل کرده، تحصیلات عالیه دارن، از اروپا اومدن، خیلی خوشحالیم که به اون مهمونی دعوت شدیم و کلی از بزرگان فامیل و دوست آشنا اونجا هستن و ما هم قراره که بریم اونجا و هم صحبت بشیم باشون و کلی به اون خوش بگذره. آماده میشیم، بهترین لباسامونو میپوشیم، صحبتامونو آماده میکنیم، اگه فلانی که تازه از خارج از کشور اومده دیدیمش چی بگیم، برای کی چه کادویی بخریم، چی کار بکنیم، خلاصه همه اینا رو در نظر میگیریم که میخواییم بریم. وقتی که حالمونم خوبه، نه که حال بدی داشته باشم، خیلی هم خوبه، نمیگم موردیه، خیلی خوبه، عالیه، ولی میخوام مقایسه شو بهتون بگم. بعد شما میرید اونجا، حالا خیلی هم زحمت کشیدیم، خیلی رو لباستون، روی همه چی دیزاینتون فکر کردین، آماده شدین و رفتین. بعد اونجا که میرین خیلی از اتفاقا پیش میاد، خیلی از حرفا پیش میاد، خیلی برخوردهایی به وجود میاد احتمالاً که حال دلتون خوب نمیمونه و خوب نمیشه. شما با یه تفکر دیگه رفته بودین و دوست داشتید که حال دلتون خیلی بهتر از این میشه، توقعتون زیاد بود از اون آدمایی که قرار بود خیلی مهمن و خیلی ببینیشون و بری خیلی حالتو خوب کنن. بعد میرید، خب حالا خیلی تشریفاته، خیلی آدم باید مراقب خودش باشه، چون من رفتم میدونم که مثلا به هر حال اتفاق افتاده برام که خیلی باید مراقب راه رفتنت، مراقب حرف زدنت، مراقب کارات باشی. اصلا این خونه احساس خستگی میکنی، لباسا رو در میاری، تو لباسا خیلی معذب بودی. خلاصه که این حس من داشتم، شما هم حتما تجربه کردید. ولی یه زمانی هست شما یه مهمونی خیلی کوچیک رو ترتیب میدین، حالا یا تو خونه یا بیرون، یا دعوت میشید یا دعوت میکنید، اینش مهم نیست، مهم اینه که اون تایمی رو که دارید میگذرونید با یه افرادی میگذرونید که شاید خیلی هم فکر شما نباشن، هم صحبت شما نباشن و اون به اصطلاح صحبتایی رو که قرار داشته باشین رو با همدیگه ندارین. فقط یه وقت گذرونی چند ساعته ساده است ولی به حدی حال دلتون رو خوب میکنه، به حدی بهتون انرژی میده و رضایت قلبی دارین که وقتی میایید خونه احساس سبوکی میکنید و احساس میکنید که خیلی خیلی ملاقات خوبی رو داشتین و همینطور زمانی که دارید آماده میشید برید کلی حس خوب دارید. این مهمونی رفتنم و این دیدار با دوستانم هم یه همچین حسی به من داده و از اینکه خیلی از دوستان سراغ فاطمه جون انوش از من گرفته بودن و ما همدیگر رو میبینیم ولی خب یه حال هر دفعه ویدیو نمیگیرم، خیلی سراغش رو گرفته بودن از توی چی میگن کامنت ها و تو واتساپ، تلگرام، دوستان میمدن گفتن خاله از فاطمه جون انوش جون چه خبر اینا. حالا گفتم هم یه خبری ازشون بهتون بدم، همین که بگم که داریم میریم بیرون شما هم همراه ما باشین، حتما میگم که فاطمه جون یه صحبتی باهاتون داشته باشه و هم ایشون رو ببینید، همین که ایشون بعدا تو کامنت ها باهاتون صحبت کنه و
کلی از شما عزیزان انرژی بگیره. پس همراه ما باشین. اونجایی هم که حقیقتا مجبور گردنشو ببنده گفتم که زیر پیرنه دیگه تیشرت بپوش که آره یقه پیرنه اب نداره اب نداره، خوبه، بهونه نیار. اینم لیدی خانوم گل گلام که میپره ای جان ای جان قربون اون شکل ماهت دارم من. ببین همیشه میگه که شما میخواید برید بیرون منم باشم. آره قربون اون شکل ماهت دارم. بریم لیدی خانوم هم میاد چون ما اصلا عادت نداریم که لیدی خانومو غروبا تنها بذاریم، خیلی حالش بد میشه، خیلی زیاد میترسه. اینجام که چیه خونه خانمشونه، من کوچهشون رو خیلی دوست دارم چون جزو محله های خیلی قدیمی نوشهره که از اول ابتدا بیشترین ویله ها رو داشت که ما اومدیم اینجا انقدر قیمت ها چیز بود که نمیشد خونه بخریم. بعد الان اون خونه همه فروخته شده به این شکل زمین ها و دارن آپارتمان های آنچنانی میسازن. حتی این چی ساخته اینجا کلان دارن میسازن آره. آه پشت این ساختمانی که من همیشه دوستش داشتم تازه ساخته شده بود، آره هم این طرفش ساخته شد، چه آخ آخ همه پنجره هاش گرفته شد. اونم جلو اونم یکی دیگه اونم یکی دیگه اونم یکی دیگه. آره منطقه فاطمه جون اینا همه شده چیز شده آپارتمان. چه یاس قشنگی آخه. این کوچه فاطمه اینا هم همه خونه ها داره ساخته میشه ولی هنوز کوچه رو درست نکردن، انقدر که تپه چله داره. بایی میافتیم دوش همیشه با حسن ایساده. آخه عزیزم اومدیم جانم. لیدی نه بابا نبینمه این خدا ای خدا. همین که نگه بمشه منم اصلا میگیرم دستم، بس که پام درد نکنه. گفتم به حسن دوری عزیزم نه بابا ما نمیم چی داره خودشو میکشه واسه فاطمه. فاطمه خیلی خوشش میاد از تو. سلام چه داری بده خوبی؟ جد شب اومدم نهار اکبر دیده با داورا اومدم خونه اینجا پاک کاری که دفعه اولی چی داشتم تو شهر دفعه دوم آسیب دیدم. ای خدا نه ایشالا خوب میشید چی عمل میکنیم با هم من عمل میکنم هم تو ایشالا با هم. خب اومدیم تمشق، رستوران داره ولی ما قرار نیست که غذای رستورانی بخوریم، اومدیم اینجا یه چای عصرونه بخوریم تا شب. رستورانشه، آبنما داره، خیلی اضافه کردن آلاچیقا برای پذیرای مهمون و جشن و کافه و خب اینجا چه گله خوشگلی. آدم نشستی رو صندلی؟ آره خوبه. آره یکم زودتر می اومدیم. آره کلبای قشنگی هم داره فاطمه اینجا. این نزدیک خونمونه دیگه، از توی جاده به سمت نور میریم. آره خیلی کافه های قشنگی داره. خب یه تیکه شکلاتی دوست داریم و دیگه همین یه تیکه پس کیک یه دونه شکلاتی. تو چی؟ که شکلات کیک نمیخوری؟ چیز کیک چی؟ دیگه غذا نمیتونی دیگه چی میاد؟ خب چیز هم مطمئنی چایی میخوای؟ یه آب میوه سردم آب میوه سردم. بله دست شما دردم. اینجا لیدی خانم هم تونستن بیان. لیدی قلاده نو داری؟ بشین ای خدا
این قلادش نرمه. آخه فاطمه این ذره قلادش صفت بود، بعد چیز نمیکرد، سختش بود بستم، ولی این چه جمع میشه نگاه. ببین آره خیلی خوب. نه نه آره بچم بگی نه یه نمیاد سمته. آره آمارش رو تو رادار بمونه. چی لیدی؟ میگه چی؟ میگم لیدی فاطمه رو گم کنه نبینتش. خب فاطمه خوش نمیکنه. نساره چشش دنبال لیدی. اینه که یه وقت نهید نزدیکش. آره بچم گم نمیشه. نه زیره میزه. انوش عکس کی بود نشونم دادی؟ ببینم. بده بده فاطمه. آها کدومشون آقای شایگانه؟ این رئیس گفتی کیه؟ آها رئیس کشتی مازندرانه؟ دوستته؟ الان تو پیج خودته انوش؟ ای خدا باریکلا آقا انوش چه دوستایی داری انوش ما را معرفی کن شاگرد نمی خوان اونجا به قول چیز شما کیک تو بنوش شاگرد دارم اونجا کیک دو چند وقت استادیوم نه انوش که داوره داوره سوتاش هم داره و سوتاش هم هم برمی دارم اه بعد نمیتونی که مثل انوش چیز کنی نه نمیتونی از سر در نمیری از داوری چرا جانش به نفسش بگیری بهتره تا سوتاش بگیری آخ 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 انوش چند تا سوت داری مادر چند تا نمیشماریش همه رو داری نه وای عاشق سوته بس گیره چه فضای قشنگی داره باید صدا آب از همه قشنگ داره درد نیستی کلا آباده فاطمه قبلی که بیام گفتم که دارم میام پیش تو دوستان خیلی سراغتو گرفتن تو کامنت ها اینا گفتن که از فاطمه جون و انوش جون چه خبر من گفتم که امشب دارم میرم پیشش حالا دوست داری باهاشون سلام علیک کنی بکن سلام خدمت همه دوستای عزیزم واقعا دلم برای همتون تنگ شده مخصوصا برای افتتون که واقعا بعد از مدت ها این شب قسمت شد که همدیگر رو ببینیم واقعا دلم برای همه شما هم تنگ شده خیلی دوست داشتم ولی واقعا این مدت دیگه خیلی گرفتار همسرم بودم پاش در گرفته اینا رو هم مشغول دوار دکترش بودم دیگه واقعا نشد اصلا زیاد تو گوشی و اینا نرفتم که حتی یوتیوب اینام زیاد نرفتم خدا همه آره. کنم اصلا وقتشو دیگه ندارم وقت هر روز کارم شده بود دکتر بردن انوش دیگه هنوز هم ادامه دارم اتفاقا گفتم که پای انوشون چی شده حالا پاش خود توضیح میدی چی شد پاش هیچی دیگه افتاد بعد ضربه خیلی شدیدی که به پاش وارد شد اون باعث شد که کشکک زانوش در بره بعد ربات پاش پاره بشه دکتر گفت که باید ربات پاش رو با کشکک زانوش با هم بخیه کنیم ربات رو جا بندازیم بعد چیز کشکک رو جا بندازیم ربات رو با کشکک با هم دیگه بخیه کنیم خب عملش خیلی عمل سنگینیه مثلا مراقبتش خیلی سخت و اینا ولی حالا شما بهمون نوبت بدن میدانیم نوبت نگرفتیم نوبت رو گفته حالا بگیریم آره نوبت هم منتظر نوبت برای همه کارش انجام بده از اسکن و عکس و امارا و همه رو انجام بده بگو دکتر چی گفته؟ گفته که بیماری آه منشیش گفته که آقای دکتر استاد آقای دکتر هم نه استاد هنوز داره مریضای 1402ش عمل میکنه حالا انوش اورژانسیش بود ما الان پنج ماه تو نوبت ما اگه اورژانسی نبود نمیدونم چند ماه طول میکشید خدایا اولی بود که بردم گفت چقدر اینه دیر آوردم بودم اینه دیر آوردم که بس شما که الان اینجوری میگی که اگه این زود می آوردم شما واسه که 6 سالگی میخواستی نوبت بگیرید وای خدا باز این آقا انوش هم که اصلا نمیشه تو خونه نگهش داشت میخوام برم باشگاه میخوام برم چه دوستان لطه نوشه جان آره آخه برات گل زده بود آها چه یادم گرفته بس بس نوشه جان اینجا یکی از خیابونای نوشهره که یه کافه قشنگ اینجا زدن فاطمه گفت اینجا غذاش خوبه تعریفشو زیاد از آشنا شنیده گفتیم بیاییم ببینیم چجوری ما هم تجربه کنیم چی شد؟ چی
شما ماشین رو پارک کن بیا. نه احتمالا جا داشته باشه. حالا برو ببین یه ورودیشه. اومدیم فضای باز بیرون داره که انوش سردش بود گفت بریم تو. حالا ما هم داریم میریم تو. این غذای منه، این غذای فاطمه است، این هیکل اینه، من هم که همه تو میشناسیم. نه خدا وکیلی خنده دار بیم خنده اون آزای نیست مورده فاطمه خوب خنده دار بیم بکنیم فاطمه تا یه هفته میتونی بخوری تو خونه. تا یه هفته تا یه هفته میخوری دست شما درد نکنه. من خب بخواسته سیب زمینی بخوری میگفتی سیب زمینی میخوریدی خوردن. من شما گفتم نه 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 اینو نه 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 نوشه جونه همگی. نه فاطمه خانم چقدر حرفه‌ای. از کوچکترین جا رد میشه. آره ببین الان فکر کنم من بخوام اینجا رد شم. چطور آقا انوش همه میشنسن؟ چطور آقا انوش همه میشنسن؟ به به بیا دیدی آقا انوش از همه معروف در بودی؟ مرسی مرسی آره این شد بازم بهت ثابت کنم من از اونجا رد میشم. بخواست فقط ثابت کنه جواش بچه ما حده چه وارده من آوردن نتونستم اینطوری اینطوری سر حالا خیلیش منم به خودش میبالدید چه درخت درشید دو تو چقدر با هم کل کل میکنه. خب بریم من و انوش که پامون درد میکنه. انوش نه اینا بذار به تنهی پیاده روی کنم ما هم تنهی. من و انوش پیاده میریم. خونه میخوای پیاده بری؟ خرج رو باطل میکنه. هنوز بگه یاده بریم تا خونه حیط هزینه میشه. بریم جلوتره. آه هنوز اون ماشین نیم
فاطمه چقدر فور میزنی؟ فاطمه بی خود نیستی با تو اینکه نگامو میکردن من میگم منشن به حالا نگو من میدونم اینجا جیغمو دار بود بزه دو اینجا ترسیدم آخه تو شیب بود قدیم ترا فاطمه تو تهران اینجوری بود مثلا رستوران مدی بیرون ماشین به من بزنه ماشین به من بزنه که خودش خور بشه که آدم 100 کیلویی رو ماشین جرأت نمی‌کنه بزنه خدایشو که اسلام خدایی چه بازی هستی یعنی زنه رو می‌گردن نه برو برو چقدر از من اینو بگیرم چقدر راحت سوار میشه غذا رو بده من نه نمیاد اون منتظر منه بده من برم پیشش با عدد نه داره نگاه میکنه برم به شما آره عقب نمیاد آره نگاش کن تعجب کرده که چطور این نمیتون میدونه فاطمه یکم میترسه نه که خیلی بترسه بعد اصلا سمت فاطمه نمیاد اصلا هر سر در پارکینگر باز کردی خوب شد راحت رفتیم بالا رفتیم تو آتاها فهمیدم مستقیم باری که مستقیم بیارم آها پای یک دارم یعنی تعارف نمی کنم ما بیاریم توی چایی بخوریم میشه من میشه با تعارف نکنم عزیزم از این مردو لیدی رو آها اون وریا سگ دارن آره آره بودو بودو میکنه نو چه کیفی داره میکنه فاطمه میبینی؟ آها آره آره همینجوری داره میگرده پدر سخته آخه فاطمه تالا نگده بود توی این پارکینگتون ها همش داره آره به خاطر هم میداره خوب برسه جا. نه به خدا بریم نه دست درد نکنیم بیا بریم بابا بیا آره میدونم اینجا که 14 تا ماشین داریم آره 14 تا ماشین داریم اصلا نفهمید رد و برزد بله الان آره خب بچه ها ما بریم بریم ما بریم ما بریم بیا بریم بابا بیا بعد فاطمه هر کسی از تو دستش باشه کلی بهش واق میزنه الان بعد هنوش این کارو نمی کنه نمیدونه این حد چه می فهمه لیدی من الان پول می کنم می افتیم نه حالا از پول نه دکه لیدی دوسته می رو بولی می بایدش تو نه خب الان هنوش خودت آرمانو می بی بالا بلاره یا بیان آرمان نه خودش می دیابش نه فاطمه جو خیلی زحمت خدایش نمی بایدش نه دیگه بریم خونه
آقا عددم این همسای بالایی اومده باش کار داره حالا آسانسورم نمیرد قربونت خیلی خوب بود مرسی خیلی شب خوبی بود انشالله که دوباره تکرار بشه دستتونم درد نکنه بای بای کنید شاد کردین خدا دلتون بای بای مرسی بای بای کنید خدافظ خدافظ